بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام احترام خدمت تمام شما بزرگوارا، استاد بسیار زیاد بزرگوار و برادر بزرگوار ما قاری صاحب ناموزه، امروز بسیار زیاد خوشحال هستم بنابر سی دلیل. اولی که در جمع خواهرای بسیار بزرگوار ما که قرآن کریم حفظ کردن، درسای دینی را تمام کردن، محفل فراغتشان از بسیار زیاد خوشحال هستیم. دومی که برادر بزرگوارم قاری صاحب ماموزه چندین بار گفته بود که به مدرسه بیایم، در چندین محفل رسیدگی نتانستم، ولی آرزوی من این بود که حتما یک روز خدمتشان برسم، ولی با بزرگواریشان درد کرده بود که من او اخلاص دارم اما مصروفیت اجازه نمیده. با مو خاطر این دفعه باز گفتن که مجلس است و خوشحال هستم که تانستم همی مسئولیت ادا کنم و یک روزی در خدمت شما باشم. و از همه کرده بسیار زیاد که برای مهم است، به یک آرزوی دیرینه خود از دوره کودکی آرزو داشتم که یک روزی خدمت استاد بزرگوار قاری صاحب برکت الله سلیم برم، ولی متاسفانه قبول میکنم تقصیر خود ماست، هیچ وقت فرصت نشد. ولی امروز خوشبختانه به این آرزو رسیدیم. من که خود بودم درسای استاد در تلویزیون ملی میبود، درس میداد، از امون روز ما علاقمند و مشتاق استاد بودیم. بعضی ها واقعا مثل نام خود میباشن، استاد یک برکت هستن. یک هفته پیش من جلال آباد سمینار داشتم، روز چهارشنبه. در راه جلال آباد فیسبوک آواز کردم که کدام خداوندتر نشته کرده که استاد وفات کرده. همون جشنهایی سر کرد، بچه ها را گفتم دیگه خدا جزای مرا بده که یک قدر به تعویق انداختم کارا که دیدار استاد نصیب ما نشد. اما خوشبختانه فرداش استاد پیامم که شکر حیات هستن و بچه ها گفتم در تقسیم اوقات کاری و اولین کار خدمت استاد رفتن است و برش بگیم که چقدر زیاد دوستش داریم و این اعلام کنیم که مثل یک فرزند، مثل یک برادر کوچک ما آماده خدمت گذاری هستیم. اگر کاری بر استاد از دست ما بیاید باعث افتخار ما خواهد بود. استاد دو سال پیش بزرگواری کرده بودن، اولادای چند ماهی نخان آمده بود، سیدی های تلاوت خود همراه کتاب های خود بر من مجموع اشعار خود روان کرده بودن که بزرگترین تحفه بود بر من. شما می فهمیم که از نظر روانی یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار بالای روان انسان صدا است. صدای نازیبا، صدای خراب باعث مشکلات روانی میشه. تا جایی که تحقیقات نشان میده بعد از آلودگی هوا، دومین آلودگی که انسان آسیب میزنه او آلودگی صوتی است و در مقابل صوت خوب، صدای خوب انسان راحت می سازه، از استرس و تنش دور می کنه، استراب از بین می بره، افسردگی را کاهش می دهد. وقتی استرس کم شد سیستم دفاعی بدن قوی می شد، خواب انسان راحت می شد. و این را باید به مخول مسخوردی تا به امروز دو صدا بر ما انرژی داده. هر وقت که خسته بودیم در اوج خستگی ما در موتر خود دو صدا را وقتی داشتیم کل خستگی من رفع شده، هم باید گرسنه بودیم، گرسنگی فراموشم شده، تمام چیز پیش من حل شده که یکی از صدا ها صدای استاد بزرگوار هست. بسیار قاری صاحب را مردم دوست داره، خوب تلاوت هم می کنم، مثلا قاری صاحب باسط است، قاری صاحب صده است و صدا قاری دید. اما من می گونید صدا بندوزیه، صدای استاد من نوازش نمی کنه. یک دوست ماست دکترای جامعه شناسی داره، میگه به خاطر است که تو طعم فرهنگی تو از وطن کان استر دوست داری، ولی این صدا هم قدر قلب ما را لمس نمیکنه. صدای استاد یک صدای ملکی است. من یعنی در دانلودای تلفن خود تلاوت های استاد همیشه داشتیم شنیدیم. استاد بزرگوار از افتخارات ماست، خداوند عمر طولانی نصیبشان کنه. هر چند استاد دیگه جاودان است به خاطر قدر شاگرد تربیت کرده که دیگر نامشان از تاریخ افغانستان پاک نمیشد. و یک پیشنهاد مالی است
که اگر از نظر دینی مشکل نداشته باشم مثل اینکه از بعضی دانشمندان مجسمه‌ش میسازن از خود باید هم تو ساخته شود. استاد یک عمر پربار داشتم این تو عمر نصیب هر کس نمیشه که ضرر به کس نرسه و غیر مفاد و غیر تدریس و غیر تلاوت و دامن بزرگترین کتاب دنیا را گرفته باشی و این را بر مردم رسانده باشی. بسیار زیاد خوشحال هستم استاد بزرگوار دستایی که میگوستم و من مثل فرزندتان هر وقت تمری بود بسیار زیاد خوش میشم کاری برتان بتانم. شما تکرار ناشدنی هستین استاد، دیگه تکرار نمیشه در تاریخ افغانستان. ما از نظر روانی وقتی سر شکوفایی انسان صحبت میشه اونج شکوفایی انسان وقتی است که انسان مثل یک درخت پرمیوه میشه که ثمرش برای دیگران میرسه، مثل یک آفتاب درخشانی که گرما و روشنیش برای دیگران میرسه، مثل یک باران رحمتی که برای چرنده و پرنده ثمرش میرسه. و از شخصیت های بسیار محدود در کشور ما که به مرحله کمال خود رسانده استاد بزرگوار بوده. استاد نه تنها به سطح افغانستان به سطح جهان انسان انگوش شمار و عالی بوده. بسیار زیاد خوشحال هستم برای جانجوری استاد دعا میکنیم در این دو سه روز عملیات و تداوی های سنگین پشت سر مانده، اما چون پاریس های منوزه مثل اولاد خود دوست داشته به مجلسشان آمده. خدا هم خیلیشان بدن جانی رو داشته باشن. اما در مورد برادر بسیار بزرگوار ما پاریس های رشاد مموزه باید بگویم که اینا امو آثار صدای استاد در صدایشان و امو جذبه و امو کیفیت کاملا مشهود است و وقتی تلاوت میکنه قلب انسان لمس میکنه با امو احساسی که دارد. و خوشبختانه که این برادر بزرگوار ما هم به اون مرحله رسیده که ثمر میده، میوه میده برای دیگران. 15 سال شده که مدرسه داری میکنه و نام خدا 22 شعبه از مدرسه شان موجود است فعلا و مدیریت از این کار آسان نیست. خدا هم خیرشان بده. در این مدت حدود 1373 نفر تنها حفظ ایشان فرا گرفته و تمام کرده. از شما همین برکتش ببینید، از قایدی بغدادی که همین شاگرد شروع میکنه تا مرحله که عفظ خلاص میکنه، تجوید خلاص میکنه، تفسیر خلاص میکنه. این یک دستاورد بسیار بزرگ است. خداوند دیگان برشان خیر و برکت نصیب کنه و همین فضایی را که جور کردن، همین مدرسی که مدرسی مرکزیشان است، یک قدر فضای خوب است. طبیعت سرد، پرنده های مختلف، یک جای بسیار خوبش برای آموزش است. یعنی من شاید بگویم که هیچ ندیدیم تا، ولی من به جای زیاد برای مکتب و مدرسه رفتیم و یک فضای آرام بخش نبوده. دیگه شما هم خوشبخت هستیم که در یک فضا درس میخوانیم. خداوند هم استاد بزرگوار ما را، هم برادر گرانقدر ما را پاریس های بامون طولانی به تجان رو بده که دیگان خدمت کنن. و یک چیز باید ناچار بگویم که هرچند دوستا از پیش من میشه خفه میشه که تو مثلا بعضی بخشا رو چرا بد میگی، من هیچ بخش بد نگفتیم ولی جایگاه ها رو بد گفتیم که سر جایش نبوده. اگر در این کشور مدال طلا داده میشه، اگر در این کشور میلیون ها جایزه داده میشه، او اول برای پاریس های برکت رای سری باید و امثال از این انسان های بزرگوار. اما متاسفانه دنیا همیشه قلمرو اوباش بودن، انسان های بزرگ برشان توجه نمیشه. زیاد وقت بانی نام جهانی شاید ایران باشه که پول عملیات خود از کجا کنه، شاید در یک خالی فقیرانه زندگی کنه و یک شرم از در فرق فرده با. من اینه میگفه میگم که اما تنهای عزیز نازنینه، من مخالف فوتبال نیستم، کرکت نیستم، از هیچی نیستم، اما من میگم میلیون ها افغانی و دلار اگر جایزه میدین برای استادا بدین، برای جراح قلب بدین، برای دانشمند از این کشور بدین و اون دانشمند پول در راستای درست مصرف میکنه. اما متاسفانه این کم لطفی همیشه در قسمت علما بوده. زیاد علمای ما را شما بخوانید زندگیش نامیشان وقتی فوت میکنن پول کفن و دفنشان هم نبوده. و همینجا باید یک چیزی هم باید بگویم که
به خاطر از این تفاوت ارزش علم از بین رفت. اکثر مردم میگه خب که دست بخوانم چی؟ اون که در دست نیست. اما باید برای کسایی که دست میخوانم بگه که یک افغانی که شما از رای زحمت در دست پیدا میکنید، از میلیون ها پولی که از رای نادرست و حرام و حق مردمیه و مراتب بهتر است. و ما و شما خود کسایی هستیم که از خدا مرد میخواییم، اما حق مردمه نباید بخوریم. خواهرای گرامی، خوشحالی سیمون من دیدن شماست، واقعا از دیدنتان خوشحال شدم. شما میفهمید اگر مادر با سواد شود دیگه مهم نیست کسی مکتب بسته میکنه نمیکنه، کس نمیتونه دیگه مکتب و علم بسته کنه وقتی مادر با سواد باشه. شما اینجا که تمام دانست که خالی صاحب دفت که اکثریت اینجا مده بودن از الفبی شروع کرده بودن، اما این نام خدا کلتان قرآن بلد استین و خط خواندن بلد استین و اولادی که از یک مادری که صبح تو مادر میشی و یک مادر مهربان و بزرگوار اولادی می باشه که وفادار به دین، وفادار به مردم، وفادار به کشور خود می باشه. اما که گفته شده مادر باید دستش گواره است، تکان می ده باید دستش جهانه، اون مثال شما واره مادر است. مادری که آگاهی دارد، مادری که علم یاد گرفته، مادری که با قرآن انس دارد، مادری که اخلاق قرآنی یاد می گیره، مادری که الگوی زندگیش فاطمه و زهرا میشه. متاسفانه امروز جای الگوهای کشور ما خراب شده. این دستایی از کار میکنه همتان عزیزم. من که اینجا پیشویتان صحبت میکنم ملا نیستم، ولی این درک میکنم که رسانه ها و قدرت های جهانی کسایی را بر ما الگو مریضی میکنن که الگو نیست. خواهر گرامی، ما اوتو در کشوری به نام افغانستان زندگی میکنیم و دینی داریم به نام اسلام و در اینجا افت و پاکدامنی الگو می باشد، نه برهنگی. در اینجا حیا الگو می باشد، نه بی‌حیایی. اما متاسفانه این الگوها برعکس شده و نتیجهشان کار خوب نشده. شما رو خانواده ها را ببینید آنقدر پریشانی و در بدن دارد که شما پسان نکنید، اما وقتی دامن قرآن را می گیرید بر ما صبر، بردباری، قناعت، فرمانبرداری، اطاعت، احترام، شفقت یاد میده، اینا تهدار خانوادی خوب است. اینا سبب خوشبختی خانواده میشه و اولادی که در دست این تو مادر تربیه میشه صبح او از وطن خود و از دین خود به قیمت جان خود دفاع میکنه. او وطن فروش نمیشه، مثل پیش چشم ما دیدیم او دین فروش نمیشه، او عزت فروش و معدن فروش نمیشه. خواهرای گلم، اولین مکتب، اولین پوانتون، اولین مدرسه اولاد مادرش است. اگر در اینجا اصلاح شد، تمام درسای دیگه که میخواند برای اصلاح افزودی میکنند. اگر متاسفانه اینجا خراب شد، کسایی را شما حتما میشناسید دکترا داره و یعنوز خوب نشده بخاطر که تهداب خراب است. این تعمیرها را که جور میکنند تهداب میندازند. اگه تهداب قوی بود از اول میدادن این برای 10 منزل یا 20 منزل سرشابادی کردن تا یه را تهداب طفل همونطور است. اگر مادر آگاه و مهربان و مسلمان با حیا او را کلان کرد، او دیگه هر قدر شما بخواهید رفعت پیدا میکند. اما اگر به اینجا خرابش کردید، دیده 6 سال 7 سالی که در دستور است، دیگه کل مکتب و پانتون دنیا کوشش میکنه اون را با اون رقمی که باید بسازن نمیسازد. از این روز شما یک وظیفه تان بعض انسان را زیر نظر بگیرید. بعضی ها میبینید سواد نداره یا کم سواد داره، اما چنان با اخلاق با ردیف و با متانت است، حیران میمونید چطور چی پنتون خواندی چی پیش نخواندید. یاد باشو پنتون مادر خود خوانده، مادر آقا و مسلمان. اما یک کس دیگر میبینید دکترا داره، اما روز میبینی انسان خوب نشده و انقدر لکی بدنامی میشه که امروز شاگرد می دست رو خواهد های داکتر سر بیدید رو میاد از خواهدن چطور گریختن چطور وطن افروختن اونا رو مادر درست تربیه کردن نتانسته بود. خواهر گل من اساسی شنیج است. 80% شخصیت ما در 8 سال اول شکل و من به کاری صاحبم به شما هم به استاد بزرگوار کمبود شاگرد و شما میره یاد بگیره نمیگه کنون گفت یک استاد بزرگ این استاد تربیه میکنه و شما هم دیگه اینجا توقف نمیشه خب من زیاد گرفتم خلاص شد که لیگ مفهوم تمام تلاوات نمی تو باید این دیگاه نشد رو پخش کنی. اما دو تا خواهش دارم، اما از استادهای بزرگ بارم از شما. اولی که در پهلوی تلاوت ترجمه را بلد شده. خواهرای گلم اگر تنها تلاوت کرده
قبول از قرآن برکت است، شنیدنش ثواب دارد، تلاوتش ثواب دارد، سکوت کردن در وقت تلاوتش کلی ثواب است، اما تا ترجمه قرآن نخوانی ما مسلمان واقعی نیسته. اینو به جرأت برتان گفتن میکنم. ما ادعا داریم که این کتاب کل گفارا برای ما آورده، اما ترجمه شو بلد استیم. ما در دوره مکتب شو سنفیای خودم یکم ترجمه قرآن خوندیم، در فاکولت اکثریت نی، در امکاران نی. خب وقتی ترجمه قرآن نخوندیم ما چی میفهمیم خدا برای ما چی گفته؟ قرآن کتاب مرده ها نیست که وقتی مرد بالای سرش بخوانیم که چی کنم مرده کتاب بشه. قرآن کتاب زنده هاست. قرآن نامده بوده در آخرت چی رقم از طول سرات دیر شده. قرآن آمده که به اینجی چی کنی؟ برای زندگی موتو دستور دارم. اما متاسفانه موتو در زندگی او را پوش میکنیم، دور میورداریم، هر حاجت ما برآوردش یک پوش دیگه ما تو فاصله میتیم شد و تا جایی رسیده که اگر شما در جای صدای تلاوت بشنوید سوال میشه کسی مرده؟ یعنی دیگه این اختصاص نیست برای مرده ها. بنابراین ترجمه قرآن کریم را بخونید. باید استادای بزرگوار یک خواهش دارم که سعی کنیم وقتی یک پدیده بزرگ میباشد از زاویه های مختلف به اون نگاه شدن میدارد. قرآن یک پدیده جهانی است، از زاویه های مختلف میشه توجه کنیم. امروز در کشور ما خواهش من از استادای بزرگوار است به این توجه شوم که در پهنوی علوم دینی علوم اصلی را باید مسلمان یاد بگیرد و این آیات قرآن کریم معجزه است. یکی از معجزه بودن علما چی میگه؟ که بر هر عصر و زمان تفسیر شده میتونه. هر چقدر که موضوع بالا میره فرق میکنه، مفهومی که در آیات از برای ما فرق میکنه. 500 سال پیش از آیات یک قسم مفهوم میگفتیم، مثلا در مورد سماوات و ستاره های چیزی گفته بود، امروز یک مفهوم دیگه میگه. بنان بیاین سر از این کار کنیم. اما شعری که میگه در مسیر زندگی هرگز نمیفتد بچه ها با چراغ دین و دانشگر بشر هم را شود. ما دو چراغ کار داریم کارهای بزرگواره. یکی چراغ دین که بر کل ما و شما فرض از قرآن بیاموزیم وحدانیت و خدا را، ولی یک چراغ علم اصلی را ضرورت داریم امروز. خواهرای گل، مسلمان امروز عقل مانده ترین مردم های دنیا شده، مظلوم ترین مردم های دنیا شده و این خوب نیست. ما منعیسی از مسلمان روحی جنگ با هیچ کس نداره، روحی برادری داره. دین بر ما میگه شما چنان رفتار کنید رفتارتان موعظه باشد، نیاز به زور و ستم و این جبر نباشد. ما صلح میخواییم، ولی اگر وقتی مورد ظلم واقع میشیم باید از خود دفاع بکنیم. دین مبارک ما بر ما میگه نه ظالم باشید نه مظلوم. این مثل پیامبر ما، مثل حضرت عیسی علیه السلام نکرده که به این روش سیلی میزد این رویا میگرفت. نه، ما را امر میکنه نه ظالم باش نه مظلوم باش. و ما یک پریشانی که دارم که در اون دنیا زیاد بار نده برین دوزخ. او خدا را ما خود خزال مگم، من خود نفس نبودم ظلمت دیر کن بخاطر مظلومیت برو دوزخ. تو نباید مظلوم میزونی. یک نمونه مثال برای شما بدارم. امیر روزا مسئله غزه فلسطین. خواهر گل ببینید، من اول منعیس ای که اونا مسلمان است نمیگم، منعیس انسان در هر گوشی دنیا، هر انسانی به هر دینایی نیکست وقتی طفل کشته میشه، زن کشته میشه، ریش سفید کشته میشه، این جفاست. هر انسان آگاه با وجدان بیدار باید صدای خدا را بکشه. و باز وقتی مسلمان است که موقعی یک قرابت دیگام پیدا میکنید. شما در این حوادث غزه ببینید، ای که حماس چی نوید بروس با چی اهدافی کار میکنه، من که سیاستش هیچ کار ندارم. من با این موضوعی کار دارم که در طول تاریخ در تمام جنگ ها، در تمام غزوات اسلامی قاعده ای بوده که بر طفل آسیب نزنیم، بر زن آسیب نزنیم، بر چرنده و پرنده و سبزی و به اینا آسیبتان نرسه. شما با دشمنی که بر مقابل شمشیر کشیده مقابل هستید. اما امروز متاسفانه شما ببینید، اول این را باید بگوییم که موضوع غزه یک لکی ننگ بر فرد قرن یک است و هر قدر موقف بالاتر لکی ننگ بزرگتر. اما بدبخت دانه باز ببینیم که دنیا اسلام سر خود پایین انداخته و دلیلش را من براتون گفتم. میدارم در ممالک کفری میخزن مظاهره میکنن که این کار نارواست و این مسلمان ها چوب شیشته. چرا رهبرای چرا بایدن؟ ما آدم سیاسی نیستم، اما بایدنی که بی بایدن بی باد
در مشکل باد خود مشکل دارد، او روز اول به اسرائیل حاضر میشه. اما سران اسلامی کجاست؟ چرا؟ عزیز دل من، خواهر گرامی من، به خاطری که زور نداریم، به خاطری که موتو بمی اقوم نداریم، به خاطری که موتو سوای پیشرفته نداریم، با اون خاطر سر ما خم است که آیا او امر میکنه ما سرای خدا بکشیم یا نه، یا غیر از دیدین از سران اسلامی. موضوع غضب بسیار چیزا را نمایان ساخت. یکیش را نشان داد که امت اسلامی بی اتفاق ترین، بدون یک رهبری واحد، و اکثر هم که در رهبری است بی امت ترین. دیگه از این کلمه بد نمیگم که سر دماغ بسیار مردمان بد میخوره، زورش به اسرائیل نمیرسه، بر من زورش میرسه. بنان خواهر گرم، اگر موضوع با علم اصلی و مجهز میبودیم، امکانات میداشته، ما بر دنیا اعلان میکردیم ما با شما رابطه برادری داریم، برابری داریم، داد و ستد داریم، تجارت داریم، تو هم دین تا تبلیغ کن، ما تبلیغ میکنم، هر کس هر چیزی را خوش کرد. ولی آل مظلوم نمیبودیم که دست ما دراز میبود که تو چی امر میکنی که ما او اجرا کنیم. شما ببینید امیراکتایی که فایر میکنه به طرف اسرائیل، ما ایران هستم، من مثلا فیزیک کیمیا اینا درستم، این چیزی رو بچه شد نمیبینید، اما فلاکتا میاد در فضا منفجر شده میره. علم اینه قدر بر امکانات میسازه. تو دیگه که یک سلای کنه، اون سلای کنی هم کوا داشتن از کفر بود. کدام لابراتوار اسلامی است؟ شما ببینید اینجا مسلمان ها لابراتوار سلاسازی و تحقیقاتی دارن. وی جایش خالی است در خالی اونوی دینی. این ما هم از یک درد منعیسی یک مسلمان میدون. بیاییم یاد بگیریم در خالی دین علوم اصلی را جایگاه بدیم. مسلمان قوی باشیم. خداوند متعال خودش گفته مسلمان قوی را از مسلمان ضعیف کرده دوست داره. سربلند زندگی بکنیم. اقتصاد خود را مدیریت بکنیم. یک بار دیگه من همینجا میگم که بعضی چیزا با وجودی که من بد نمیگم ولی اصابات بد داره. شما مثلا این مسابقات و سریال ها و امینا رو یک شب نشر میکنید، صبح نه فلسطین یاد کس میه، نه اقتصاد دنیا یادش میه، نه برابری یادش میه، نه ایراد یادش میه، همه گیره مسخ شخصیت کرده، همه گیره مصروف ساخته در خود. و این اندازش درست نیست. درد من ای است که بیاییم و تو لابراتوارم بسازیم، سلام بسازیم، اقتصاد خودم خوب کنیم، از منابع خودم استفاده کنیم، آب خودم مدیریت بتانیم، اقتصاد خودم مدیریت بتانیم. باز دفعی شکل کرکت و فوتبال هم دیدیم نقص نمی کنه، ولی پیش از او بی جای است. و وقتی جوان ها را می بینی که چنان این کرکت و فوتبال دوست داره که از پدر مادر خودم کرده، مادرش بعد برو چیز نمی کنه، کرکت بعد گفتی قصد جانت نمی کنه. من تماشای 4 ساعت و 5 ساعت روزمره کرکت را بد گفتیم، نگفتیم کرکت بد است. در کجا این کلام ما را بیاریم؟ صدای من همیشه ثبت شده. من گفتیم کرکت را بد گفته باشم بگوییم، من میگم وقتی 4 ساعت 5 ساعت میبینی معتاد استی برادر مسلمانم، خواهر مسلمانم، معتاد استی. چی تلفون باشه، چی فوتبال باشه، چی کرکت باشه، چی سریال باشه، هر چیزی تو از دست، از پیشرفت، از یک تفکر اسلامی، از یک تفکر انسانی، از یک تفکر برابر طلبی و برابر طلبی دور میکنن، اون جفاست و خیانت. یک جا سپاس فراغت کنم، تبریکی بیتان، انشاءالله توفیق بیشتر که بخیر بتانید در هر مجلس و محفلی که میشنید برای خواهرای ما بگید که به جای غیبت یک آیت قرآن کریم برشان ترجمه کنید، که پیام خدا را بگیره. و این سبب شانس هم شما بهش درین، هم اونا بهش درم، دعا کنیم ما را خدا هم توفیق به تک بتانیم برای وطن خود خدمت کنیم. یک بار دیگه بر برادر گرام قدر رشاد محموده تبریکی میتونم و دستای استاد گرام قدر میگوستم استاد بزرگوار کسی به فهم نفهم موقف شما پیش خداست، پیش تاریخ ماست، دوست دارید. یک را سپاس.